آقای برقعی درود بر شما. درود بر شما و بر نگان خوبتون. آقای برقعی شما در بطن ماجرا هستید، روزی هم که از ایران تشریف آورده بودید خیلی خوب قضایا رو تحلیل میکردید، من فراموش نمیکنم. نظراتی که میدادید خیلی جالب و جذاب بود، حتما در طی زمان و این مشاهدات و اینها حتما بسیار بسیار پخته تر هم هست. میخواستم نظر شما رو در باب این کشمکشی که بین این سران رژیم در گرفته، یعنی مجلسیان از یک سو، برادران لاریجانی خصومتشون با آقای احمدی نژاد و نقش رهبر و این تهدیدهایی که آقای احمدی نژاد میکند، این در بازی قدرت اینا چگونه است و چه سرانجامی خواهد داشت به نظر شما؟ با کمال میل به اون میپردازم، ولی چون یاد گذشته کردیم یه خاطره از همون سالا بگم خدمتتون. بله بله. اینجا یه کنفرانسی بود، اون موقع اگه یادتون باشه تمام فضاهای روشنفکری میگفتن که روحانیت زبان مردم رو میشناسه ولی ما بکرا زبان مردم بلد نیستن. بله. من تو مجموعه اعتراض بودم همچنین چیزی که شما میگی نیست. روحانی از زبان یه عده مردم میشناسن، روشنفکرا زبان یه عده دیگر رو. به زودی چنین خواهد شد که اینها به جای میرسن که با جامعه نمیتونن رابطه برقرار بکنن. بله بله کاملا. ما یک جامعه پیچیده است، جامعه دستگاهی که شما مشاهده کرده عظیم فرهنگی داره، سمبول محافظه که بالاخره یک جا مطهری و قرزاله که میگن که می او می عرفان است و یه جا شاملو میگه می و یار او می زمینی است. بله. صفیه کسی میگه که بالاخره معلوم نیست کجا کجاست. بله. رنده جامعه من یک جامعه در هم ایست که هر دو این قطر رو داره و متاسفانه کسانی که این زبان رو نفهمن و نفهمیدن، چه روشنفکر که افراطی اون سود، چه روحانیت این سود، قابل رابطه با مردم نیست. یک کسی مثل مصدق بود که هم در کنارش نیروهای مذهبی بودن که وقتی که بین ایشون یعنی اختلاف افتاد، جانب همین مذهبیون و علمای مثل زنجانی و قروی طرف ایشون رو گرفتن و بیشتر نیروهای مذهبی مثل بازرگان این حرفا هم کنار دست صدیقی بود که به هیچ دینی باور نداشت. بله. اون دوتا با هم بودن. جامعه من کسی یک سوش رو بکشه معلوم میشه که نمیتونه در نهایت رابطه برقرار بکنه. آن روحانیت مشکلش اینه که واقعا با بخش عظیم جامعه رابطه ذهنیش قطعه و همون شما فرمودید به چرخ بلال بیاره و از این که تو کلشون دارن اینا رو به خود جامعه ایران نمیشه، به بخشی از جامعه بله، ولی حکومت با جامعه رابطه برقرار بکنه و به هیچ عنوان نمیتونه بکنه. بخش سازنده جامعه که بخش متجدد و مدرن جامعه هست کاملا با این بخش بیگانه شده و بخش سنتیش هم با هانش بیگانه شدن با این نظام. این نگاه زمان شاه اتفاق افتاده بود که زمان شاه هم بازیشی اون نظام چنان از مجموعه گسست بود که شاه بعدی که اومد اون داستان معروف که با هلیکوپتر اومد و گفتن مرگ بر شاه مردم داد میزنن، تعجب کرد بود که بابا چطوری به من مرگ بر شاه میگن و یعنی کاملا بیگانه بودن با جامعه هم نظام هم حالت رو انجام داد. بخونه به مانه مقدمه هست. بله بله بسیار جالب بود. حالا به اینجا سخن رو رسوندین آقای برقعی، شما این گروه رو میشناسید، یعنی در واقع یک اشرافی دارید بر این ذهنیت این آقایون روحانیون. اینها یک عمری خود رو نماینده مظلومیت حسین میدانستن. اینا همون گروه هستن که در زمان ناصرالدین شاه در موضوع تنباکو فریاد وا عدالت ها وا مملکت ها می زدن، به محضی که کوچکترین کاری از دولت سر می زد اینا نامه می نوشتن مردم رو تهییج می کردن.
چه شده است که با این همه جنایت هیچ کدام از این آخوندها منها یکی دو نفر که در واقع یک کمی نق زدند و اینها هیچ خبری اینها در از اینها نیست، هیچ گونه عدالت خواهی، هیچ گونه مردم خواهی، هیچ گونه در واقع مظلومیت طلبی که شغل اینا بوده و نان این کار رو خوردن، هیچ خبری در هیچ کدام از این آخوندها نیست. داستان چگونه است واقعا؟ چرا اینطور نیست؟ اولا روحانیت یک همدست نیستن، همونطور که میدونید اشکال متفاوت دارن. فداکاری هایی که اون بخشاشون کردن کم نبوده، از آیت الله منتظری بگیرید، لاهوتی بگیرید و در اصفهان آیت الله خاتمی رو بگیرید، در الان کسی که عضو مجلس خبرگان بود در شیراز آیت الله دسته بود بگیرید. چیزی مسئله اینه که زور چه حدی هستش. نیروهای در روحانیت حتی چند سال قبل یه آماری دادن، بله، به نسبت جمعیت گروه روحانیت بیشترین مقدار زندانی رو داره. عجب. بله. این چی، شما الان همین آقای قابل رو نگاه بکنید، آخه بعدم اینا کسانی هستن که منو شون رو ممکن راه ندن. قابل نور چشم آقای خوب بود، دوست دیرینش بود و به این وضع از بین رفت. یا به حساب آقای دسته عضو مجلس خبرگانه و بنابراین همه امکانات به روش بازه، ولی منتظری خب میدونید که ایشون خواهم مقام بود که میدونستم آقای خمینی مریضه، بله، آقای دیگه میره، ولی ایستاد. کم نیستن در اینا هم که مبارزه زیاد کردن. چیزیه وقتی یک نظامی اینچنان سرکوب داره که چنان بیرحمانه میکوبه، خب دیگه نفسی باقی نداشته. الان مراجع رو کاری که کردن، اون یه معدودشون که به حساب موندن، سهمیه شرعیشون رو نمیذارن دست برسه و وقتی سهمیه نرسه اینها طلبه ندارن، بله، ندارن، صداشون به جای دیگه نمیرسه. قدرت فاقه نظام و نظامی که مملکتش درآمدش بیشتر سر تو مملکت ما نفته و میتونه بزنه، ببنده، بگیره، هر نفس رو در سینه خفه بکنه و مبارزه نمیشه. الان هم خیلی زیاد هستن در زندان از همه روحانیت و در مورد خشم و چیز صدا. الان شما دانشگاه چند نفر میشنوید؟ یعنی بله. نیست که نکنه الان نویسندگان گذشته ما که این همه مبارز بودند و فلان، اسمشون نیست، برای اینکه چنان فضا رو تنگ کردن اون زمستان اخوان صالح شده دیگه. بله. آقای برقی عزیزم، ببینید منظور من چیز دیگری بود. ببینید مراجع حوزه فیضیه، کسانی که آیت الله العظما هستند، به جز منتظری که بنده بیاد دارم، حالا به هر صورت ایشونم، من این تز بلایت فقیش خوندم خندم گرفت بود که مفاسد ممکن اصلا از زیر سری آقا بود، مثل آقای مرعشی، آیت الله العظما، این حوزه فیضیه در واقع که مرکز در واقع مرجعیت قم هست، خیلی خوشحال و خندان نشسته، کاری انجام نمیده. بزرگانشون رو عرض میکنم. بله، قبول دارم که دادگاه روحانیت هست، زندانی روحانی داریم، آقای طاهری از اصفهان چیزای نامه‌ای نوشته کنار رفت، آقای منتظری و دسته و اینا هست، ولی بر روی هم خیلی راضی هستن مثل که این بزرگان قم. ببینه اگر آقای خامنه‌ای در سفری که رفت قم، که خیلی هم روش تبلیغ عظیم کرده بودن بعد از این جنبش سبز و میخواست که مراجع برن دیدنش، خیلی هم فشار آوردن. بله بله شنیدم. فقط دو نفر بیشتر با ایشون دیدار نکرد. الان اکثر مراجع معتبر ما یکی دو نفرشون با نظام نیستن، ما بقیشون قهرن با نظام، باریکالله، روشون نمیرسه. در مورد حاشیه وسط عرض کنم، در مورد آقای ولایت فقیه، آقای منتظری، ایشون خودشون هم بعدا گفت، یعنی که
یه جامعه این اشتباه رو میکردش، تصوری از جهان داشتن که این تصور با واقعیت میخوند. یعنی اینی که مذهبیون باید سر کار بیان، چون ولایت فقیه اون موقع چگونه اتفاق میافتاد؟ مرجع به این شکل اتفاق میافتاد که در آزادترین شکل ممکن بدون قدرتی در اثر توانایی های خودش میمد، توانایی علمیش و بعد مدیریتیش میشد مرجع. بله. ایشون نمیدونست که قرار است که زور قدرت که بیاد تو داستان عوض میشه، و ایشون بعدها هم گفت. بله یاد دارم. چیزی نبود، ولی نمیدونستیم دیگه. نه اون نمیدونست، آدم های مبارز سیاسی قوی هم اصلا تصور نداشتن. من با جهاش عرض کنم، شما میدونید ولایت فقیه مسئله ایست که در اسلام یک بار اتفاق افتاده. منو مجدد تکرار میکنم که اگر شنوندگانی روشن نیستن باهاش روشن میشن، ولایت فقیه یک بار طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده، اونم در شیعه. قابل تقلید در حدود 90% جامعه سلمانان که سنی هستن، که اصلا قابل اجرا نیست. بله. یا مرجع تقلید ندارن که ولد فقیه داشته باشند. و فقط این پدیده مال ایرانه. ایران هم یعنی شیعه ایرانی، اونم شیعه 12 امام ایرانی. بله. یه بارم اتفاق افتاد، همون موقع هم که اتفاق افتاد، همه مراجع بدون استثناء، مثل آقای گل کنیم که مجلس مخالفت این صحبت کرد، بیستن مجلس رو به هم ریختن، آقای مرشی مخالفت کرد، همون آقای قومی مخالفت کرد، همه رو گفتن که نادرسته. ولی آقای خمینی مثل این کار بکنه؟ مگر در کشور پیش رفت مان، شما میدونید تولید اصلی فکری آلمان فلسفه است. هگل از اونجا میاد، مارکس از اونا میاد، نیچه اونجا، همه اینا از بزرگان فلسفه از اونجا میاد. جامعه ایست بسیار فکر، آگاه، مترقی و موزیک، این دوتا. از این جامعه هیتلر میاد بیرون در یه شرایط مناسبی. بله. خمینی تونست کالای بونجولی رو که هیچ کسی هم باش موافق نبود، در شرایط مناسب تاریخی تونست به جامعه بفروشه. بله همینجوره. بعد هم اتفاقی که میفته تصدیقه که میشه. الان از یک شخصی آقای بهبان شما صحبت کردید که آقای خامنه گفت بهتر بود که شما مجلس نیومدید. بله بله، گفت بسیار جوانمردی کردید. سالم بود یکی زدن کنار، یا نیومدم سر کار، یا از اول زدن کنار. یه قضیه نظام دیکتاتوری همین میشه، یه مش آدم کوچولو میمونن. و این آدم ها، من خودم در فضای مذهبی بزرگ شدم، حداقل همه با اون فضا آشنایی دارم. باور کنید اکثر این چیزهایی که من الان میشه در فضای مذهبی، اصلا من در عمرم نشنیده بودم یه همچین. بله همینجوره آقای برده. آدم های آشکار میان، بعدم شروع میکنم با هم مسابقه گذاشتن که شما چی گفتید؟ شما گفتید که لباس آسمون بلند بپوشید. من حالا میام میگم میخوام چون رو دست شما بلند بشم، میگم بعد کلام سرتون بذارید. بعد یکی دیگه رو دست من میخواد بلند بشه، میگه لباس بردارن، کلا جرابم بعد بپوشید. دور میگیرن توی مسئله. یک مجموعه اومده بر سر کار بیترین چیزهایی که شما دیگه تو برنامهاتون رو زیاد میگید دیگه، خرافه ترین مسائلی که در کتب بوده و بوده، تمام این خرافات رو کشیدن. شما این روحانیت رو الان نگاه بکنه، حتی با روحانیت مشروطه سر خوده سال، جامعه سنتی تر، جامعه خرافی تر، تمام این حرفا، این جامعه اون روحانیتش به این خرافات رو مزخرف نبود. حتی من و شمایی که به سنمون یادم میاد، هرگز فکر نمی کنیم امامزاده سیار پیدا کنیم. امامزاده یکیست که میمیره یه جای خاکش میکنن، میرن سر خاکش. ولی الان امامزاده سیار درست کردن.
دو چاه برای امام زمان دو چاه نقب زدن، چاه زنانه چاه مردانه، گویا از این کارا میشتبیم ما واقعا. اینا اصلا یه خرافات رو اینا، این سینه زنی ها رو الان میبینید، این یه توغن نوار تو یوتیوب گذاشته بود، خیلی قشنگ بود، صدای هایده بود، همون شعری که هایده میخونه و اونا رو این مداح معروف. بله بله باشیم زنه ها سینه زنی قرار نبود اینجوری باشه که یک الان یه چیز عجیب و غریب ابتذال عقب مانده ترین افکار اومدن بالا. این آقای حجت مثلا که علمای بزرگ بود که فوت کردن، آقای حجت معروف بود همیشه، آدم ساده لوحیه، اسمش خوبه ولی آدم ساده لوحی بود. همه که من دو تا گوسفند نظر آقای خمینی شد و نمیدونم بعد گوسفند چه شد و از این حرفایی که شما فقط از آخوند که یه روستا میشنیدید، ولی شون یه آدم عقب مانده فکری بود. و من باز هی حرف تو حرف بذاری یک خاطره بگم براتون. بفرمایید. سال 5-6 سال قبل بود، 8 سال قبل بود، این برای کشتار 67 بچه ها میخواستن یک برنامه داشتن که همین تو تلویزیون اینجا گذاشتن، از من خواستن که میتونی یک مثلا نوشته ای بیاری توی این زمینه روحانیت. من به فکر افتادم من اگر بتونم یک نوشته بیارم که بگه به حکم شرعی، حکم آقای خمینی غیر شرعی است، یه مجتهد این رو به این صراحت بگه، نامه نوشتم برای آقای منتظری، سه تا مسئله رو مطرح کردم. برم میدونستم چون من میشنسه جواب میده. بله. پرسیدم که آیا در نظام حقوقی جهان وقتی یک کسی حکم میگیره و در زندان میره دیگه نمیتونن حکمش رو مجدد عوض کنن، آیا در اسلام این حق رو داریم بکنیم؟ چون میدونی خیلی این اینا که کشته شدن، بله، حکمشون گرفته بودن، بعضی هم زمانشون تمام شده بود، گفتم آیا این در اسلام میتونن این کار بکنن یا نه. دوم این که بود آیا در اسلام جرم عقیده میتوانند کسی رو اعدام بکنند؟ چون آقای خمینی تو اون نامش مینویسه برای 3 نفر نوشته بود آنان که بر سر عقیده هستند، آنان که بر سر عقیده هستند، بله بله. و سومش این بود که گفتم این دوتا رو نیست جوابش منفی هست، چطوره که علمای ما برای کشتن 5000 نفر سکوت کرد ولی اگر موی سر یه خانم میاد بیرون علما شروع میکنن وا اسلام مکارم شیرازی و قردار کرد؟ آیا موی یه زن بیشتر از جان 5000 نفر ارزش داره؟ منتظری جوابی دادن و یک کار بزرگواران هم کردن این که جوابشون رو با سوال من پی‌دی‌اف کردن روی یه صفحه که دیگه کسی نتونه بگه که اینا رو جعل شده. بله. هم تلویزیون هم پخش کردن. در مورد اول گفتن نخیر، هم نمیتونن حکم تجدیدی، حکم داده شده رو مجدد بکن، بر مبنای عقیده هم حق ندارن کار بکنن، بر مبنای عمل میتونن بکنن. نکته سومش نوشته بود که در مورد علما، علما از این کارا خیلی بی توجه های زیاد کردن، متاسفانه اینا مناصر مملکت انسانی براشون مهم نیست و بلکه موی زن براشون مهمه، کاملا به شدت بهشون تاخته بود. به هر حال این جامعه، این مجموعهش روحانیت رو هم مثل هر قشر دیگری باید روشنفکرهای بودن که به فروش به نظام رفتن، روشنفکران بودن، اساتید دانشگاه بودن، ساکت بودن، در اونها کسانی بودند که مبارزه کرد. هر بشیر در روحانیت هم همین حالت وجود داره توش. ببخشید فیست. نه نه بسیار جالب بود. برگردیم سر سوال مخلص در باب این کشمکش قدرت. اینا بازی های کودکانه است نیست؟ ثقل قدرت جای دیگری است نیست؟ دو زاویه بعد بهش نگاه بکنیم. یکی این که این اصلا شدنش فرق میکنه، تأثیری میکنه یا نه؟ آها. که این سر صدا که میشه کاری اصلا میتونه بکنی یا نه،
در مورد اولش باید عرض کنم که نظام وقتی به یه جایی میرسه که یک دست میشه دیگه بازیش بازی داخلی میشه، فرق نمیکنه که چیه. مثلا زمان شاه، حالا حزب مردم ببره، حزب ایران نوین ببره، یه دفعه هم بتونه عرض کردم یه روزنامه توفیق اون موقع دعوای حزب مردم ایران نوین بالا گرفته بود، ایشون صفحه اولش عکس آقای عامری و آقای بایدارو، بعد نمیشون دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان دلبر جانان و همینجوره دوتاشون سر یه تیه کرد. مثلا تفاوتی نمیکنه که چی بشه. الان مثلا آقای حداد عادل چه فرق میکنه با آقای لاریجانی که از افتخارش این دفعه دیدم مصاحبهش بود که من برنامه هویت و برنامه چراغ رو من درست کردم. میدونی این دوتا از مفتزلین برنامه ها بود دیگه. بله هویت رو من دیده بودم و خیلی مفتزل بود واقعا. روی روزنامه کیهان رو تفید کرد، چه اتهام هرچی کلک میزد، اعترافات مهندس صاحب اینا رو همه اون رو به لجنکاری کشون، تمام این کارا گشتون از افتخاراتشونه. خب حالا یه مجموعی که یکیش هویت درست میکنه، حداد عادل از سنگی شهرت و فلسفه چیز خاصی رو نمیدونه، به ادعای چیزی داره، و آقای مثلا احمدی نژاد، خب اینا دیگه بازی است که سرنخ توی قضیه هست، تفاوتی نمیکنه. شما اگر در مجلس انتخابات معنیش اینه که اگر یه نظامی دوره مشکلاتی هست جهتش عوض شه. بله بوش بده آقای اوباما بیاد. بله. من کار ندارم درست و غلط رو نمیخوام الان صحبت بکنم، ولی طرح نو در میاندازه. بله بله این میشه. برای همینم هم میگن آقا اون کارو کرده به ما چه. خب ما میدونیم مثلا آقای احمدی نژاد بره، آقای عادل بیاد، آقای قالیباف بیاد، لاریجانی بیاد، خب چه تغییری میکنه؟ هیچ. آقا همه کار هست. و وقتی که ما میدونیم الان دنیا میگن دیگه، میگن که ما دیگه با شما صحبت نمیکنیم. اگه آقای خامنه‌ای خود صحبت کرد صحبت میکنه. بنابراین چه فرق میکنه؟ چه آقای عامری باشه، چه آقای حویدا، چه آقای قالیباف باشه، چه آقای احمدی نژاد. الان ما میدونیم که فرق نمیکنه. آقا میگه که خفه شید خفه میشن، حرف نزنید نمیزنن، حرف بزنید میزنن. ده بار تا بار رو افتاده که لطفا دیگه در این قضیه رو ببندید صحبت نکنه. خب اینکه دیگه مجلسی که حق نداره حرف بزنه. وای 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 وای. الان هم میدونیم مجلس کاری کردن که ما واقعا فکر نمیکردم اینه بگذره، گذشت دیگه توش. شما الان نماینده مجلسید، میتونن صلاحیتتون رو بعد از که صلاحیتتون شد در یه سال دو سال هم نماینده مجلسید حرف زده باشید که شما رو نادر تشخیص بدن، مجلس میتونه شما رو بیرون بکنه. عجب. بله دیگه تصویب کردن. بنابراین من نماینده مجلس الان حرف علف آقا خامنه‌ای بزنم، فردا شورای تو مجلس تصویب میکنم، بعد رنجو میکنم بیرون. مسئولیت هم وجود نداره. آقا خامنه‌ای چی بود؟ این که ما در هر ادارهی و هر مجموعهی داریم که فساد و اخلاق اگر فاسد شدن اخراج میکنن، فاسد شدن اصلاح میکنن. یک سازمانی برای نظارت وجود داره، چرا مجلس نداشته باشد؟ تصیب کرده اینو اولش که اردن فکر کرده اینو واقعا مسخره است، ولی همینی که گفتم مسخره است و اصلا رد شد و حتی به حضور مجلس هم آقا گفتنی تصیب کن تصیب کردن، یعنی نماینده ها مجلس هم نماینده نیستن. چه تفاوتی میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه این مسئله که اینی که تفاوت چندانی نمیکنه، نه در سطح داخلی نه در سطح خارجی. یه سرگرمی بازی بالاخره همش هم نمایش نیست، منافع دارن دیگه، هر کدوم منافع دارن، سر منافع دارن با هم دعوا میکنن دیگه. بله همینجوره.
خب این بازی ها عرض میکنم که مثل این که مردم ایران هم خسته شدن واقعا از این بازی دیگه. اون مردم پشت میکنن. همین عرض من همین بود. گفتش که اون داستان بعدی میگه که وزیر مغزوب شده بود، بعد انداخته بشن تو چاله، یک اومد رفت و یه سنگی رو برده زد تو سر اون. این گوه آقا من که مغزوبم، اینجا رو تو که سنگ تو سر من میزنی؟ گوه این سنگ رو تو قبلا تو سر من زده بودی، من زورم نمیرسید. بله همینجوره. شما سنگ رو تو سر بزنم. شما یادتون قبل از جنبش تبت همه، من واقعا وقتی میگم همه یعنی سیاستمدارای بزرگ ما، رهبران سیاسی اپوزیسیون ما در داخل کشور و خارج، به ویژه در داخل کشور، میگفتن آقا این جوان ما بیخیال شدن. یه مرتبه دیدین در جنبش سبز من یاد جریان شاه اسماعیل صفوی میندازه. بله شاه اسماعیل یادتونه که میدونید که در جنگ، وقتی آقا در جنگ بود، این جبهه جنگ رو ول میکرد میرفت شکار تذرو. بله به همین جوره. همه فکر میکردن که خب این عجب خیاله، ولی بعد یه مرتبه برمیگشت درست اون نقطه حساس رو میزد. بله معلوم شد که این داره میپاد فکر میکنه. بله تذره اون زمان لازمه، اون شکار تذرو نمیکنه، بر همینم پیروز بود. حتی در جنگ چهار دورانش هم این کاری کرد، حالا زورش به توپ نرسید ولی بله. این کار رو کرد. بله خیلی شجاعت کرد. جوانه ما به نظر من یعنی جامعه من اینه، متوجه شده در طول چندین هزار سال زور و استبداد فرا گرفته، چگونه خودش رو بیهوده دست نده ولی داره میپاد، در فرصت مناسب خواهد اومد. بله همینجوره. بله میزنه. ببینید یه حرف رو دکتر یزدی مقاله اخیرا نشون راجع به سوریه ابراهیم یزدی خیلی جالب بود، میگه اگر ما بازی دموکراسی میریم باید بازی دموکراسی رو بپذیریم. در بازی دموکراسی هم در تمام این کشورهایی که از خفقان میان، یعنی تمام کشورهای اسلامی که وجود داره، من بار اول نیروی مذهبیش میبره. یعنی همون که تو ایران اتفاق میافتاد، احزاب وجود ندارن، همین صحبت که شما فرمودید، احزاب نیست، سازمان ها نیست. بله هست که مسجد هست، این بله خودش حزبه. بله دیده بود تو آمریکا شما میبینید که حرکت سیاهان از کلیسا آغاز شد، مارتین لوتر کینگ. بله البته دیگران جا ندارن، اون که هر یه شنبه کلیساش بود که بله حزبش سر جاش بود. تمام اینا میبرن، وقتی هم که میبرن ذهنیت بچانه دارند و چیزی این روندیش که باید بره. یعنی ما با آقای خمینی و مجموعه رفت متوجه عواقبش هم نبودیم، تجربه اونجور نشد، خیلی راحت قلقم شد. الان در مصر از ما عقبتر از نظر این بابت، من تعصب ایرانی نمیخوام بشه رو بخرد بدم. بله. یک از دوستان من الان اومده بود از مصر، میگفت حجاب در مصر خیلی عادیه، همه دارند. حتی در میگفت اسکندریه رفتم، اونجا 30% مسیحی هست، ولی همه شون هم چادر سرشون، یعنی روسری سرشون دارند. فشاری نیست ها. بله قبل اینجوری آغاز شده این جامعه با این سوده، ولی الان داره نیروهای اپوزیسیونش یا نیروهای غیر دینیش، لایکش، ناصری ها، مبارکی ها، اینا با هم در تضادن همشون. بله پاهای چپ اینا همه الان یه پارچه استادن، دو سال تو مرچه استادن و به این راحتی که سوار شد اینا نمیذارن سوار بشن، و چون یه گام از تجربه ما یاد گرفت. بله حالا شالله هر کدوم اینا رو باید بدونیم دیگه، هر برهی یک گام بهتری میشه، ولی باید بپذیریم که هر کدوم اینا درش انقلاب میشه به دلیل گناهش هم به گرد حکومت دیکتاتوره
حکومت دیکتاتور امکان نفس برای کسی نمیده، در مساجد نمیتونه ببنده، مساجد بازه و آگاهی های مردم پایینه، آگاهی سیاسی ندارن، بنابراین روحانیتی که باشون در تماس میاد بالا قدرت میگیره، قدرت میگیره بعد نمیتونه با اون اندیشه عقب مانده و خرافی جامعه رو بچرخونه و کم کم نیروهای به حساب عرفی جامعه مجدد کشن، قدرت پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن و متاسفانه ما قربانی اولشیم دیگه. حالا مصری ها اینا از ما یکتر بیشتر یاد گرفت دار که وقتی که قانون اساسی ایران رو دادند، خب اولا خب این خودش نشونه شرایط بود. شما هنوز نمیتونید بگید قانون اساسی ایران رو کیا نوشتن. من چون دنبالش رفتم خیلی زیاد و مثلا 7 نفر هست. بعد از این 7 حتی آقای لاهیجی، آقای صحابی، اینا اصلا بد میبینید در جلسه بد نیستن، بد نیستن تا دیگه چند اضافه میشن. من از چند نفر اینا صحبت کردم، گفتم چطور شما نبودید؟ آقای صحابی گفت من سازمان برنامه گرفتار بودم. آقای لاهیجی گفتش که من یعنی اون اساسی برای حتی اون نویسنده ها چون مهم نبود. این اون قانون اساسی که بعد از این همه اصلاحات به اون شکل بد شده بود گذاشت بر رفراندوم. آقای حاشد جوادی یک مقاله نوشت که آقا شما میگی ما به جمهوری اسلامی رای بدیم، کدوم جمهوری اسلامی؟ ایشون یکی نوشتش، آقای رحیمی هم توی نیروهای سکولار نوشتن، ما باقی چیزی ننوشتن، رفتن رای دادن. نه درود بر شما، دقیقا همین جوره. یک اشاره هم به وضعیت سوریه بکنی ببینیم نظر شما چگونه است. چون این آقای اسد یعنی طول مدت سرکوبش بیشتر از پیشبینی های کارشناسان سیاسی بود و طول کشیده، به یک بن‌بست نزدیک شده. والا دو تا مسئله سوریه رو مشکل براش ایجاد کرد. مسئله اول لیبی بود. در لیبی ناتو خلاف قانون عمل کرد و سازمان ملل محدوده براش گذاشته بود. حالا اون وارد اون ریز اون نمیخوام بشیم. اینها اومدن از این محدوده تجاوز کردن. بله. وقتی کردن الان کشورهای مثل روسیه و چین اینا دیگه این دفعه نمیان پای سازمان ملل. بله. یعنی آقا تو به ما میگی بیا اینا رو حمایت بکن بعد میری میزنی. این خب میدانی شد برای او از اون روز دارم هنوز نتونستن این کارو بکنن توش. یک دوم اینه که متاسفانه ما باید دقت بکنیم که ما یه روی سیاه یه روی سفید نداریم. یک روح ما دیکتاتوریست به نام اسد که پدرشون کشتار عظیم کرد، خودشم گوهر استعاد میکنم نکرد و که پاش افتاد دیدیم راه پدرشون میره. بله. ولی یه روی دیگه این مجموعه ایست که الان سر می جنگه. این مجموعه ایست که اکثرش نیروی مزدور ارتجاعی. وقتی قطر و عربستان و سعودی که دموکراسی رو بزنن تو سینه و پولش رو بدن و دیگه هم دیدین دیگه تو روزنامه هم فراوان دیدید، اکثر دیدید، گزارشات زیاد اومده که اینا هم همون کثافتی رو میکنن که اسد میکنه. یعنی کسانی که میگیرن بیخ دیوار میذارن، اعدام میکنن، فلان میکنن، اما یک ملغمه زشتی هست. این زشت الان به حساب موقعیت رو پیچیده کرده. ضمن این که یادتون باشه در سوریه مثل مقدار زیادی مسیحی داریم. بله بله. مترقی داریم. اینا به اون طرف نگاه میکنن میگن آقا اگه برای این سلفی ها بیان که پدر ما رو در بیارن که این تجربه هم تو ایران دیدن نمیخوان، یعنی دل نمیکنن از اسد. بله. یک اوضاع بین روشنی که یک سو بد است یک سو خوب است نیست، دو تا مجموعه آلوده است
که داره حرکت میکنه و بعد مورد به مورد و لحظه بگیره. اینی که آقای عزت به حساب تونسته تا به الان مقاومت بکنه، ولی ظاهرن هم خودش هم مجموعه حاضرن که اگه به یه جوری به حساب سالم کار برکنار بشه، ولی که با آبرو به قول معروف. بله چه آبری دکتر باقی عزیزم، بسیار سپاسگزارم، وقت ما تمام شد. بسیار بسیار صحبت خوبی بود، امیدوارم مجدد در خدمت شما باشیم. از شما بسیار ممنونم. اگه مطلب پایانی هست میتونید بفرمایید قربان. بسیار ممنونم و صحبت خاصی رو ندارم. من یکی از نگرانی های من الان این فضای ایران ستیزی است که بله بله در بخش روشن فکر، امیدوارم یه زمانی به این برسیم. حتما مطلب مهمی است آقای برقی، با هم حتما صحبت میکنیم. بسیار بسیار مطلب مهم است. از شما سپاسگزارم دوست گرامی. نمی‌کنم. قربون شما. شب شما بخیر. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با دوست گرامی آقای دکتر برقی از ناحیه ویرجینیا. میدونید ویرجینیا واشنگتن مریلند با هم هستن. از اون ناحیه در واقع جایی که واشنگتن هست یه بخش ویرجینیا می‌خوره یه بخش به مریلند. اگر دوستان هستن که یه تلفنی هم آقای بدی به من دادن که فراموش کردم بیارم، می توانید به دفتر سرزمین جاوید تلفن بفرمایید. اگر که مطلبی برای گفتن هست ما خیلی خوشحال میشیم با شما صحبت کنیم. تلفن 972-292-01-01. از همه شما بینندگان سپاسگزارم، همچنین از دوست گرامی آقای سفر در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.